Salamesa. Ten Barbara pójął na bar Indorowi. Tu Salamesa. Parmał na zarkon, chora im zingondowi. Tu Salamesa. Das tam by giro dchał jam konderowi. Tu Salamesa. Jalowy kon jał, patra wyjął hamrowi. Nagu salau, nagu duru, nagu jer, nagu suru, nagu shut, nagu sepaus, vali maksad hame khudaus. اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصله ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن ببین گربه منو به کجا کشونده سباب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزاده ها تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما حادثیه دوم انقلاب 57 خمینی خمینی ای گجسته که پرفن ای دل آزادگان به کین تو پیوند خلط فتاد برون ز سینه تاریخ قده چرکین عقده های پسفکن عقده ده قرن آرزوی خلافت از پی آن جنگ های ساخت نهاوند جوشش انبان چرک زخم قرون را از دلان سر گذشت شوم برایند هیچ نه در چشم بی حیای تو شرمی هیچ نه در چهره عبوش تو لبخند هیچ نه حرمت تو را به هیچ حریمی هیچ نه در چهره عبوس تو لبخند ای تو به دوران به هین تجسم بیوند خانده به دوران تو گریخت ز لبها شهد ز بس تلخیه تو رفت ز هر قند تشنه خون دمادمی و همواره است دست و دهانت ز خون خلق حنها بند سیر نشد چشم های تشنهت از خون باز نشد گوش های بستهت از بند بانگ پسر زینسیت که ها پدر کن بای پدر زان سویت که چون شده فرزند خانه به نگذاشتی که نیست عزادار هیچ نماندی به هیچ چهره شکرخند خانه به نگذاشتی که نیست عزادار هیچ نماندی به هیچ چهره شکرخند از تو به یک سینه نیست هیچ دلی شاد ای خمینی قلب خدای تو نیز سخت و سیاه است باز گلستان دمد به دامن صحرا فصل شتا را بهار هست تا به بنفش می دهد طره مشک سای تو طره مشک سای تو
پرده غنچه می درد خنده ی دل گشای تو خنده ی دل گشای تو مهمان یاران گرامی درود بر شما آرز دارم شاد و خوش و پیروز باشید. این برنامه های ما همه به هم یه پیوند داره، مثل زنجیر به هم وصله. شما اگر دلتون میخواد چیزی بفهمید و حتی اگر دلتون میخواد اظهار نظر کنید، باید همین برنامه رو گوش کنید. اگر همین برنامه رو گوش کردید، دقیق اونم ثانیه به ثانیه هر سخنانی که من به شما میگم اولا خیلی حساب شده و دقیق هست و یک هفته من میاندیشم صبح و شب و جستجو میکنم تا بتونیم یه برنامه مفید پیشکش شما کنیم. شما با خوندن یک تیتر یا دیدن یک عکس از یک برنامه یک ساعته هرگز داوری نکنید و شتاب زده حرفی نزنید. اینو به این نسل سرگردان میگم، نسل بدبخت بیچاره‌ای که فقط نشسته از بیکاری هی بخونه و یه چیزی بنویسه و بزنه، هیچ دانشی و شعوری هم و عقل ژرفی هم نداشته باشه نسبت به رویدادهای میهن. من خیلی وقتا با اشاره حرف میزنم، از من به یک اشاره، از تو به صد در واضح. اینو بزرگان جهان آریایی گفتن، استاد روشنگر دکتر مسعود انصاری روانشاد استاد دانشگاه افسران زیادی رو تربیت کرد، بعد در واشنگتن که استاد دانشگاه بود کار بزرگی کرد، کتاب‌های بزرگی نوشته. این مرد میگه حرفای من مثل بمب میمونه، منفجر میشه بعد از توش در میاد. ایشون میگفت که الله اکبر، گفتی من یک کتاب روش نوشتم، معنی کردم الله اکبر رو. حالا شما بچه های عزیزم که همتون رو دوست دارم، دلبند من هستید، با یه تیتر خونده، حتی فرهیختگان اونه که مدعی هستن، یه ساعت باید وقت بذارید صحبت سیاهش از داشت گوش کنید، بعد به اظهار نظر کنید. حالا امروز نکته بسیار مهمه. شما ببینید، من بارها به شما این رو گفتم که این رفیق ما آقای سرج کلارسفیلد بایستی نامش هر روز بیاریم، مثل که شما نماز میخونیم هر روز صبح پا میشی تا شب 17 بار یه چیزی رو تکرار میکنی، یه چیزی. ما این وقت بهت بگم که صبح که خواب بیار میشه دیگه تکرار کنی تا شب جلو چشت باشه، این عکس رو بذار جلو چشت برای همیشه. این فرد سرچ کلارسفیلد از جوانی با زنش شروع کرده، یک وکیل، و هر نازی رو هر کجا پیدا کرد رفت دستگیرش کرد، بازداشتش کرد، با رؤسای دولت ها در تماس شد، بود اسرائیل یا همونجا محاکمش میکرد و مجازاتش میکرد. سرچ کلارسفیلد، شما همه تون تا سرچ کلارسفیلد نسید کارتون خرابه. من یه روز بهش گفتم که سرچ خسته نشدی از 70 سال تلاش و هی این شهر و اون کشور و اینجا و اونجا رفتن؟ گفت خسته من خسته، زنم خسته. گفت همین الان اگه تو اسم آدرس یک نازی رو به من بدی، اون ور دنیا هم باشه، میرم و دستگیرش بکنم. هنوز رو پاشه داره کار میکنه. وقت تو بدبختی بیچاره، همین دیریز تو فراموش کردی، همین دیروز تو سعی کردن فراموش کنی، تو کردی بیچاره. باید بگی نمیبخشم، نمیبخشم و نه فراموش میکنم. همین چهر که اول برات میخوندم، مال خمینی گجستک رو با برنامه کاری کردن که ما فراموش کنیم، جاش کسی دیگر گذاشتن. اصلا تو حالا تاریخ 1400 سال رو ولش کن به سر جاش، که 1400 سال جنایت و چیزی فراموش به فراموشی سپردن به فراموشی ها سر جاش. همینو های خمینی که مال 40 سال پیش مرد، 35 سال پیش مرد، همین خمینی رو کاری کردن که تو فراموشش کنی جنایتشو. میدونی چرا؟ برای که بفهمی چرا فیلم رو بگیر. میخوان دمادم رفتم
جهنم که جهنم رفتم قبر خمینی که اینقدر با شکوه و عظمت میسازم در کنار ویرانه ها و گرسنگی های مردم ما، این چه خیال کردی تو؟ چرا چنین؟ و بعد همه شما که مدعی مبارزه هستید رفتی یه توف بندازی تو این جایگاهی که اینطور عظمت و با شکوه ساختنش و میتونی توف برین بندازین، رفتن توش مگه سخته؟ توف انداختن توش مگه سخته؟ آجرش خراب کردن مگه سخته؟ پنج وقتا و کاری کردن که شما اصلا این دوران را فراموش کنی. این دوران یعنی خمینی پلید که اومد عمرای ارتش رو، کسانی که باشون میلیون ها دلار خرج شده در هر نفر، آینده ایران بودن، کشت. چرا؟ چون داشت زمینه رو درست کرد برای ویرانی ایران، حمله کنه عراق به ایران، تازی ها ایران رو نابود کنن. خب بعدی که اونا رو کشت، جنگ ایران هم فرو شد، مردم خوب میرفتن و میجنگیدن و از آب و خاکشون دفاع کردن، بیچاره چی سرشون اومد؟ اصلی ترین ضرر رو جنگاوران ها کردن تا الان، اصلی ترین ضرر اینا کردن. خب ببین بعدم الان به جای که اینا برسن قرامت جنگی میلیارد تا دلار از عراق که سازمان ملل تصویب کرده بگیرن، قرامت ها رو جنگی بدن به بچه‌ای که گوش ندارن، چش ندارن، دست ندارن، پا ندارن، ذهن ندارن، ترکش خون باطن تو بدنشونه، یا اون خانواده‌ای که شهید دادن، بیچاره شدن، بدبخت شدن، قرامت جنگی بگیرن میلیون ها دلار به اینا بدن، رفتن به آسیا میرسن. چجور هم میرسن؟ بهتر از مردم خود ما به اون نیاکان خودشون نجف که مرتبه اکسیرین هست میرسه. مردم من بیمار، بیمارستان نداره، درمان نداره، اونجا بیمارستان میسازه. وقت چون یار ببیند کنارش میگذاری فیلم دون که علکی اینا رو اینطوری سر ما کردن، نه عزیزم، اینها با برنامه اومدن و ما رو نابود کردن رو میکنن. با برنامه اومدن خمینی رو پاک کردن. چطوری؟ ببینید بارها گفتم اینو میگم، مثل همین جریان سرچ کراسفرد در سال 60 اینا شروع کردن، همین خرداد ما که ما الان توش هستیم، این 30 خرداد روزش کشتاره، روز قتل عامه، وقتی سازمانی میاد جشن میگیره تبعیت از سیاوش اوستاست که من گفتم که در سوکی الان باید جشن میگیریم. اینا قبلا سر صورت عزاداری میگردن الان جشن میگیرن، حالا کار خوبی باید جشن گرفت. ولی 30 خرداد چه روزیه؟ روزیست که رژیم شمشیر عرو بست و شروع کرد روز 100-200-300-500 نفر اعدام کرد، بچه های خردسال، کودکان، 1500-2000 نفر کودک رو اعدام کرد به جرم داشتن 2 ریالی در جیب. روزنامه کیهان اطلاعاتی بهت بخونید، به جرم داشتن فلفل در جیب. این رو که من بارها گفتم که 120,000 نفر در از سال 1960 تا 64 اعدام شدن، خیلی باورش نشده بود. اینستاگرام، واتساپ، این ور ور مدن از من میپرسن آقا این راست دروغ ای چیه؟ من بعضی وقتا فکر میکنم اینا دارن من مسخره میکنن، بعد اینا نمیدونه بنده خدا خبر نداره. بس که بچه ها گلن همه اونایی که میخوام امروز بهتون بگارش بخبرین، گوش کنید خوب، دیدم من نمیدونه بنده خدا 120,000 لیستش ما